سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از حرفهای تند و جنجالی آقای حمید نژاد به سران حکومت ایران با ما همراه باشید لطفا قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. میدونیم که آقای حمید فرخ نژاد علا رقم فقط چند ماه از ایران خارج شده ولی به یکی از اشخاص معروف مخالف حکومت ایران تبدیل شده و با گذاشتن پست ها و استوری ها و در تظاهرات ایرانیان خارج از کشور نقش پررنگ و مهم می داشته. انقدر حرفهای ایشون تند و جنجالی شده در فضای مجازی که سران ایران در پی جلسه های متعدد تصمیم گرفتن جلوی خروج خیلی از بازیگران رو بگیرن و اعلام کردن در مورد خروج حمید فرخ نجاد از ایران قصوری صورت گرفته و نباید اجازه میدادند که ایشون از ایران خارج بشه با انتشار این حرف های حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که گفته ایران میگوید به زودی چند فرد و نهاد اتحادیه اروپا را تحریم میکند نوشت جوونی کردن حسین خامی کردن از سر گناهاشون بگذر تو قسم خوردی دیگه خون به پا نمیکنی به خانواده هاشون رحم کن حسین با انتشار حرف های و اساس ابراهیم رئیسی که باز هم وعده برطرف کردن تورم افسار گسیخته در ایران و اقتصاد ورشکسته رو میده حمید فرخ نوشت دروغ اساس حکومت ظلم است با انتشار این خبر هم که قایق حامل مهاجرانی از ایران در جنوب ایتالیا غرق شد و ده ها نفر جان باختن نوشت تسلیت به مردم ایران ننگ و نفرین بر آمران حکومت ظلم با انتشار حرف های کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران که گفته برای حل مشکلات کشور مردم باید در خلوت اشک بریزن نوشت ملتی که حاکمانی مثل شما داره باید در خلوت و در جمع به حال خودش گریه کنه. در استوری دیگه ای نوشت همین که تا الان مادر پیروز رو نیاوردن تو صدا و سیما اعتراف کنه که پیروز خودکشی کرده خودش پیشرفت بزرگیه. در استوری دیگه ای هم با انتشار این عکس نوشت برای آخوند و امید انقرازش. در استوری دیگه ای هم نوشت آقای گروسی ما به همه گفتیم زدیم شما هم بگین زده آره خوبیت نداره واردی که در استوری دیگه ای هم این توییت رو منتشر کرد که نوشته اسم و فامیل و قد و سن و رنگ چشم و دور کمر و شماره پای تک تک 72 نفر از یاران امام حسین و مشخصات تمام نفرات لشکر یزید به همراه ریز مکالمات زینب و حسین و ابوالفز و رقیه و سکینه و سجاد و غیره در داخل خیمه ها وسط یه بیابون 1400 سال پیش رو دارید ولی هویت افرادی که توی همین یک ماه اخیر به 80 تا مدرسه و هزاران دانش آموز حمله شیمیایی کردن با هزار تا دوربین مداربسته و امکانات دیگه هنوز براتون مشخص نشده بابا چقدر شماها کسافتید بعد هم فراخانی و منتشر کرد از تحریم کلیه مدارس پسرانه و دخترانه بعد هم نوشت با تحریم مدارس رژیم آخوندی یک بازتاب تحریم مدارس رژیم در جوامع بین المللی بازتاب بدی خواهد داشت دو معلمین بیکار خواهند شد ولی رژیم باید حق و حقوق اونها رو پرداخت کنه قضاوت با شما در استوری دیگه ای هم این حرف های مخبر رو منتشر کرد که نرخ دلار از 58 هزار تومن گذشت و معاون رئیس جمهور مخبر گفته همینی که هست. حمید فرخ نژاد نوشت این جواب یعنی اینکه مملکت جدی جدی در حال سقوط و فروپاشیه. مردم به فکر خودتون باشین. با انتشار این عکس هم نوشت آفتاب یه دیکتاتور دیگه هم داره غروب میکنه ولی بشر کم حافظه است. در استوری دیگه ای هم با هشتک بیدار شویم نوشت بچه که بودم وقتی میگفتن حین نماز تیر رو از پای علی در آوردن تا نفهمه باورش برام سخت بود ولی الان پذیرفتم که از اون بدترش هم میشه میشه ملتی رو به نماز مشغول کرد و کل دارایش رو غارت کرد تا نفهمه میشه ملتی رو به نماز و دعا مشغول کرد و از اون سواری و بیگاری گرفت تا نفهمه میشه ملتی رو برای نماز به مسجد و مشهد برد و ناموسش رو برای تنفروشی به هتل میشه فرزندان ملت رو در در مسجد به رکوع و سجود واداشت و فرزندان خود را در کازینوهای بلاد کفر به شادی و لحو و لعب و زندگی فرستاد میشه داغ پیشانی نماز داشت ولی قبله را به سمت کانادا کج کرد میشه از عدل علی گفت و حقوق نجومی گرفت میشه خودت رو نوکر مردم بدونی ولی در جای ارباب ها زندگی کنی واقعا با دین و نماز چه بلاهایی که سر مادر در نیاوردند آره تاریخ نشون داد که در این نماز چه حکمت ها نهفته است ای دل غافل. با انتشار این عکس از خودش سر صحنه سریال سقوط نوشت آخرین قسمت سریال سقوط پخش شد خسته نباشید به گروه سازنده و به امید پیروزی همه عاشقان ایران در هر لباسی بر داعشی های حاکم بر ایران و جشن پیروزی که دیر نیست با انتشار این کاریکاتور هم از خامنه ای نوشت سیاست های جنگ طلبانه و مداخل جویانه آمران حکومت ظلم که قسمتی از آن نشعت گرفته از ذهن خود بزرگ بین و بیمار حاکم آنان است ایران را با سرعتی زیاد به ورطه جنگی خانمانسوز راهنمایی نمایی می کند. حاکمان نادان در پی تحکیم پایه های لرزان حکومتشان دستیابی به سلاح های اتمی را رمز ماندگاری و تنها تضمین ادامه حیات تمام شدهشان میپندارند خیالی که به زودی منشأ جنگی خانمانسوز و دردناک برای ملت ایران خواهد بود جنگی که بازنده اصلی آن مردم و تمامیت ارزی ایران است حادثه بسیار نزدیک است و سرنوشت این ملت در دست زنگیان ماست در استوری دیگه ای هم نوشت منتظر باشین همین روزها چند نفر رو میارن توی تلویزیون میگن اطلاعات سپاه گرفته و اعتراف میکنن که دانشجوی شیمی هستن یا فرمول این ترکیبات رو از خارج گرفتن و چون دیدن اعتراضات خابیده خواستن از این طریق مردم رو ناراضی کنن بعد میگن دیدیم ما گرفتیمشون دیدیم ما چقدر بر امنیتتون لازمیم دیدیم دشمن مرگ شماها رو میخواد به مجامع بین المللی هم میگن این اسرائیل و بقیه دژمنها ها دارن مردم رو میکشن ما نذاشتیم بعد هم که دلارها رو حسابی بالا به مردم فروختن و کلی از کسری هاشون رو جبران کردن وزیر اقتصاد و استیزاح میکنن و با خبر احتمال احیای برجام دلار رو یکم ارزون میکنن تا هرچی فروختن رو خودشون ارزون بخرن دوباره و بگن دلارم ارزون کردیم در استوریه دیگه هم با اشاره به همین مسمومیت های سریالی مدارس دخترانه نوشت لاقل دوتا از حوزه های علمیه خواهران رو هم مسموم کنید تا ملت شک کنن که کار شما نیست. با انتشار این خبر که مسمومیت سریالی مدارس در ایران نماینده مجلس گفته حداقل 10 تا 15 شهر درگیر مسمومیت ها شده نوشت زیر سایه مقام عظما ولایت درسته که هیچی برامون باقی نمونده ولی خدا رو شکر امنیت داریم بعد همین نقاشی رو منتشر کرد از یک دانش آموز که روی زمین افتاده و نوشته بابا نان داد، مامان آب داد و سم داد و نوشت تا حصول امنیت از فرستادن عزیزانتون به مدرسه خودداری کنید. این حکومت ناتوان از تأمین امنیت فرزندان شماست. با انتشار ویدیوهای دردناکی هم از کشته شدگان اعتراضات اخیر و حرفهای عجیب و غریب امیر عبداللهیان در کنفرانس ژنو که گفت در اعتراضات کسی کشته نشده نوشت از زمان شروع اعتراضات در ایران به مرگ محسا امینی سازمانهای مستقل حقوق بشری از کشته شدن بیش از 43 کودک گزارش دادند در نظام حقوقی بین المللی کودکان به دلیل آسیب پذیری بیشتر صاحب حقوق و حفاظت‌های ویژه هستند کشتن یا نقص عضو و کودکان توسط توسط شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از موارد ششگانه نقض فاحش حقوق بشر شناخته میشه این موارد ششگانه نقض فاحش حقوق بشر اساس چارچوب حقوق شورای امنیت برای نظارت بررسی و گزارش نقض حقوق کودکان را تشکیل میدهد همچنین در قوانین عرفی حمله و آسیب رساندن به کودکان توسط نیروی انتظامی و امنیتی از مصادیق حمله به غیرنظامیان است که در صورت گسترده و نظاممند بودن میتواند مستاق جنایت علیه بشریت محسوب شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک کودکان را افراد زیر 18 سال تعریف می کند. مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ زودتر حاصل شود. این تعریف ملاک مستندسازی کودکان کشته شده در اعتراضات اخیر بوده است. ایران وایر تا کنون اسامی 190 نفر از کشته شدگان اعتراضات اخیر را منتشر کرده که 42 کودک در میان آنها بودند. یعنی بیش از 20 درصد از کشته گانی که احراز هویت شدند کودک بودند بخشی از اطلاعات کودکان دیگری که در این مدت از سوی ماموران جمهوری اسلامی ایران کشته شده اما هویت اونها به طور کامل احراز نشده در اختیار ایران وایر است و هنوز مشخص نشده تمامی این کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یا با شلیک سلاح گرم یا در اثر ضرب و شتم وحشیانه به قصد کشت جان خود را از دست دادند این سهم بالای کودکان در میان کشته شدگان اعتراضات نشان می‌دهد که جمهوری اسلام نظامی کودکان را به معنای حقیقی کلمه آسیب پذیرترین گروه در میان غیر نظامیان محسوب می شوند، آمدانه و بدون هیچ پروایی هدف قرار می دهد و به قتل می رسند. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت می کنید.